سنسلی پروشای بو هستیم ویل پر او سال 5783 بریتونا. اجازه بدید یک مسئله که توی این پروشا به چشم میخوره، مسئله ای که فرق میکنه با پروشای دیگه، چون هر پاراشای دستورات که از جانب هشم میاد دیگه تکرار نمیکنه که مشربنو به ملت گفته، مسلمه. موقع یه فرمانی میاد که معلم چجوری نگه دارید یا دزدی نکنید یا قصد نکنید، نمیگه که مشرف تو به اسرائیل گفت. ولی درباره قربان پسر ما میبینیم تکرار کرده و تکراری که میکنه تغییراتی هم درش میده و این جالبه که میخواد چی به ما بگه. و یک نکته اساسی که اینجا میخواد برای ما یادآور بشه چی چیه. ما میبینیم که درباره قربان پسر موقعی که هشم میفرماد شما بیایید و یه گوسفندی یا بازی فرق نمی‌کنه بگیرید و این رو روز دهم ماه راسل نهودش که اون موقع شبات بوده بگیرید و تو کوچه و بعضنا بکشید و بعد روز چهاردهم این رو شختش کنید و شب که شب 15 هم هست که شب یسیاد مصرایم هست، این را به صورت سری اش کبابی که رو آتش بذارن، نه کباب بکنن مثلا تو قابلمه تو دیگ سرش بذارن، نه که بوش هفت طرف بره، به هر حال با اون صورت بعد بخورید. البته اسخون نشکنید درش، میدو تو پرانتز میگیم چرا اسخونش نباید بشکنن، چرا چه میخورم سونش. میگه شما اعیون اشراف هستی، کس نمیاد اعیون اشراف بیاد قدا اسخونش هم بشکنه یکمش بخوره دیگه، از اون بردگی و اسارت و پستی اومدید بیرون. آشب آزادی از نمطور که مفرمان دو نوع آزادی هشم برای ملت اسرائیل ایجاد کرد، یکی آزادی از نظر بدنی و فیزیکی که اسرائیل ها زیر شکنجه بار مسیحا بودن، یکی هم از نظر شخصیت که کوبیده شده بودن، حالا هشم شخصیتشون ببره بالا، شخصیت ملت اسرائیل ببره بالا و با این که تو دنیا علمدار میکنه که ملت اسرائیل امسگوله است، این افتخار بزرگیه که ما میدونیم ملت اسرائیل دارای فرهنگی است خدایی، هیچ کدوم از ملل به این موهبت نائل نشدن، بنابراین که شخصیت اینها و مقام بالای پیامبران و بزرگان و پدران و مادران ما مشخص بکنه. به هر حال این جواب اینه که ما میبینیم اون هفته خوندیم که هشم بفرماد من شما را از زیر بار مصری ها میارم بیرون، سیبلوت مصرایم. سیبلوت اولی واو نداره، سیبلوت دومی واو داره که اشاره شده، میگه ملت اسرائیل میگفتن معظمی عملگری و کارگری و تو سرخوری که تعداد خشتای کم بزنیم شلاق میخوردیم یا سرپاس بالا میخوردن، به هر حال اون نجاتمون داد. از نظر لعامت و پستی که اونا نسبت به ما با قارت با چشم کوچکی نگاه میکردن، اونم نجاتمون داد، از اون بار نفسانی هم نجاتمون داد و برای ما ارزش قائل شد. و بنابراین اینی که میفرماد این شما گوسفند داره میگیرید به صورت کباب باید بخورید که برسونید که شما آزاد هستید و هیچ ابا و ترسی از هیچ کدوم ندارید. به هر حال حالا میگه قبل از این که شما این رو باربیکیو بکنید، بیایید هشم میفرماد بیایید خونش رو با خون بنیت میلا توأم بکنید، بزنید بر دو قائمه درها
و هر روز سر دربا. مزوزا یعنی چارچوب، یه چوبش این دست راسته، چوبش دست چپه، پایین آستانه است، بالاش سر دربه. میگه خونش رو بزنید در دو به سرا قایمه در، چوبای در. البته راشدان فرماد که بزنید تو کجا؟ بزنید از تو بزنید نه بیرون. و خون رو خونه بعدش بزنید به سر در. بعد عرشق قدوش همینطور عرب کلیاغار هر دو اینها میگن که موقعی که موشه به ملت اسرائیل بازگو میکنه میگه چی؟ میگه هشم دستور داده که اول خونا رو بزنید سر درب، بعد بزنید بر دو قائمه. فرق میذاره همینی، چون تغییر میده موشه ربینو با فرمانی که دوبار نوشته. البته بسیاری از مفارشیم در جمله شبیل پینهاست یادآور میشه. یه تغییر دیگه هم هست، موقعی که هشم به موشه دستور میده که بیایید مینا کواسی منایزم بگیرید، نمیگه میشخو، میگه ولاقهو بگیرید، ولی موشه ربنو عنوان میکنه که میشخو. یعنی چی میشخو؟ دوزی میدم که معنی میشخو یعنی میشخو یدخه معبودا زرا وقهو سن چل میسوا لشخو تا پیسا، برای شیطای پیسا. هشم این حرف رو نزده، ولی موشه ربنو داره میگه. موشه از کجا داره میگه؟ موشه از روح قدش داره میگه، از اینکه الهام بهش میاد چه خبر هست، پشت پرده چه خبره. پس فعلا دو تا تغییرات واضح و روشن ما پیدا کردیم. یکی این که هشم فرموده اول بزنید به قائمه آی در، بعد سر در، و موشه تغییر میده میگه اول بزنید سر در، بعد بزنید بر دو قائمه. یک. و تغییر دوم که اینجا پدیدار میشه، هشم نمیگه میشخو، ولی موشه ربنو عنوان میکنه میشخو. حالا اینجا باید بشکافیم منظور چیه. موشه ربنو موقعی که اسرائیل ها میان تو دریا برن، نوشته و اما ایم لایم خوما، خوما واو نداره، تو سفر تورا میخونید بخونید خیما یعنی قهر، خش، عصبانیت. اینجا شیطان میاد بدگویی میکنه، یه خدایا چه دنیاییه؟ الان عودت زرا، الان عودت زرا، مصری ها بت پرستیدن، کافرن، اسرائیل هم بت پرستیدن. هشم نهیم میزنه به ساتان، ساتان چی تو داری میگی؟ اسرائیل ها تحت شکنجه، تحت زجر بودن، تحت فشار بودن، اینا اصلا نه فکرشون راحت بوده نه وجودشون راحت بوده، اینا بهشون بار میکردن. تو همه اینها یکسان میدونی، اونا آزاد بودن، اینا برده و اسیر بودن. اگر حرکتی کردن از روی علاقه و از روی تینت و از روی رضایت نکردن. تو میخوای شدید با مزید یکی بکنی، اونس با رسول یکی بکنی، نهیب میزنه. بنابراین ما میبینیم که هشم پشتیبانی میکنه از ملت اسرائیل، دفاع میکنه از ملت اسرائیل. ولی خب ما میدونیم که ملت اسرائیل در هر حال گرفتار شده بودن، در مصر تحت تأثیر محیط آلوده قرار گرفته بودن، یا در اثر اینکه
اینقدر فشار روحی برشون بوده و فشار بدنی روشون بوده که هیچی نمیفهمیدن، هیچ به جبر همه چی تحت و شا قرار گرفته بودن. بنابراین هشم که میدونه دفاع میکنه که اسرائیل ها بود پرستی کاری برشون نبوده، اینا اصلا نمیتونیم محکومشون بکنیم، چون با موقعیت و وضعیت عادی که داشتن نمیشه اصلا تصور کرد. یعنی فارسی میگن دل گرسنه ایمون نداره. این بیانی مگه علیه موقعیتی که انسان در وضع آرام و به صورت نرمال نیست ازش انتظار نباید داشت، از این توقع نباید داشت، نباید از ایراد گرفت که چرا کار کرد چرا کار کرد. این مثلت به هشم. اما مشربن و لاشدام دیدگاه بسیار ارزنده تری داره که میخواد نشون بده که ملت اسرائیل نسبت به هشم وفادارن و نسبت به بت منکرن، منکر بت هستن. حالا هشم دستور داده بوده که قربان پسر رو شما میتونید از دو نوع بیارید، یا میتونید از گوسفند بیارید، از تاله بیارید، یا میتونید از گدی بیارید، بز بیارید، بزغال بز. حالا ما میبینیم که بطی که مصری ها میپرستیدن، ایبونی که میپرستن گوسفند بوده نه بز. هشم ارائه میده که شما قربان پسر رو میتونید یا سه کواسیم بیارید یا سه ایزیم بیارید، یا از گوسفند بیارید یا از بز بیارید. اما موشه ربینو میگه نه، موشه میگه که باید شما چی بیارید؟ تاله بیارید، گوسفند بیارید. چرا گوسفند بیارید؟ چون بت مصری هاست، معبود مصری هاست، شما بهش یه احترامی میکنید، تو کوچه و برزن میکشونتش میشخو اونطور که گفتیم موشه ربینو میگه، و بیایید شختش کنید، و بعدم که میایید باربیکیو میکنه، بوش هفت طرف میره، به تمام مصری ها و به تمام دنیا میفهمونید که ما دیگه بت پرست نیستیم، ما بت شکنیم. این امتیاز بزرگیه که موشه ربینو علیه السلام برای ملت اسرائیل پیش میاره. میفرماد چرا خون بزنید سر دیوارها و درها؟ میگه خون عقیدت ایساقه. میگن چه خون عقیدت ایساق؟ عقیدت ایساق چیکار داره به قربان پسر؟ میگه با این توضیحی که دادیم حالا میفهمیم رابطهش. همانطوری که ایساق علیه السلام عقیده شد، جان فشانی کرد، جان نثاری کرد، اسرائیل هم با این که گوسفند که بت اونها بود، خدای اونها بود، که همونطوری که موقعی که پرعه میگه برید تو هم مصر، شام تو هم کشور زن بکنید، موشه چی بگه؟ این نسبه اتو عبد مصرهیم لعنه هم ولو اسقلونو. اگه ما بیان خدای مصری ها جلوی چشمشون شخت بکنیم نمیکشن ما رو، سنگ سالمون نمیکنن. پس این بوده. الان ما میگیم شبات گادول به خاطر همینه. چه شبات گادول میگیم؟ چون نصف بزرگی شد که ملت اسرائیل گوسفند که ایمونی که بت اونها بوده، خدای اونها بوده، بی‌حرمتی بهش کردن، کشیدنش تو کوچه و بازار و تو خیابونا و گفتن چیکار میخواین بکنید، چیکار میکنید؟ گفتن ما اینا رو نمیپرستیم و دستور داریم شختش بکنیم، باربیکیو هم بخوریم و آزادی ما هم غریبه. ما میدونیم الان همه امروزه که اصل تسخیر فضاست و این همه تمدن و پیشرفت هست، تو هند یه گاو که جو گاو میپرستن، گاو رد میشه تو خیابون تمامه، اگه بخوابه اونجا اراده بکنه بخوابه تمام شد، تمام ترافیکا همشون استاب میزنن، حق ندارن بیان دست بزنن به این گاو و بلندش کنن با جهر سقیل بیانن چی بروبر. نه، ما حتی امزام ببینیم شمه از اون افکار پوسید و پوشار وجود داره. حالا همینه شبات گادول هم گذاشتن خاطر همینه، اینا دندونا شد بعد کرم خود با هم دیگه جوش میخورد و
جوش میزنن، عصبانی شدن، ولی هیچ نمیتونستن به اسرائیل بگن. برای همه میگیم شبات قبل از موعد، شبات گادوت، خاطر اون نصف بزرگی که برای ملت اسرائیل در اون خروج اسرائیل از مصر، آخرین شباتی که اونجا بودن با این مسئله مواجه بودن و بزرگترین نشون. چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که موشه ربنو علی شلام خوشگوی خاص میگه، حتی بزنه تو دهن ساتان که اومد شیطنت که تو بیا و تو دریا. بله اسرائیل ها بت پرست نن، اونا هم بت پرستن، چرا اینا رو غرق میخوای بکنی؟ چرا اونا میخوای نجات بدی؟ اسرائیل ها بت رو شکندن، ثابت کردن که اینا میتونن بز غالب بیارن، ولی بز نیارن، گوسفند بیارن که خدای اونهاست، بت اونهاست، معبود و صنم اونهاست، تا اینکه متوجه بشن که کجای کار هستن. و برای همین میبینیم این تغییراتی که داده شده تغییرات اساسی و بنیانیه این عقیدت اسلامه. ما نشون باید بینیم که قدوششم میکنیم، ما تو خط اسحاق و بنو علیه السلام هستیم، مثل رود نفش داریم و موشه ربنو در همین دایره رفت جلو و برای ملت اسرائیل تو تاریخ همچنان بیادگار گذاشت که ملت اسرائیل جز اشم هیچ معبود دیگری را قبول نداره. موقعیت های خاصی هم که گرفتار شده کدوششم کرده، تو کره آدم سوزی رفته، تو اسپانیا، پرتغال، اینها همی که گفتن بیاید دینتون عوض بکنید، نه که دینشون عوض کرده، گفتن ما نمی کنیم، گفتن کره های آدم سوزی آماده است، همه خانواده ها با طبل و نقاره و موسیقی با پای خودشون، نه اینکه بگیرنشون دستگیرشون کنن، نه که گارد بیاد و سرباز بیاد و پاسدار بیاد، خودشون با رقص و با پایکوبی کدوششم کردن. این تاریخ نشون داده که ملت اسرائیل وفادارش نسبت به خداوند 100% هست و موی کرش نمیره. حالا اینجا این تغییر رو دیدیم که چرا تکرار کرده و چرا تغییر داده و این افتخار برای ملت اسرائیل. یک نکته دیگری که گفتیم در چارچوب ها هشم بفرماد اول بزنید چارچوب ها بعد بزنید سردر، موشه تغییر میزه، اول میگه سردر بزنید بعد برد قائمه. میفرماد سردر به نشونه چیه؟ نشونه خداست که سر همه هست، سردار همه هست، بزرگ همه هست. دو تا ستون در، دو تا قائمه در اشاره است یا به موشه و اهرن یا به اوات و ایماعات، پدران ابرام اسحاق و یعقوب یا سارا رفقه راهب للها. هشم اول حرمت میذاره به ملت اسرائیل، کبود میده، میگه اول نشونه این که شما وفادارید با خون خودتون، اول بزنید به دوتا قائمه که نشانه زخوت موشه و اهرن هست، یا زخوت عبتن قدشیم و ایماعات قدشیمه که من با شما هستم، بعد حرمت من. اما موشه میگه نه، کابود شخینا ارجحیت داره، اول باید که منظور بداریم و هدف ما، مقصود ما، هم و غم ما فقط کابود شخینا باشه که سر دربه، اول بزنید اونجا، ما خون ایثارگریمون برای هشم، برای کابود هشمه، برای خودمون نیست، بعد میزنیم به سر دربه. این یک نکته بسیار جالبه که ما اینجا میبینیم در این قسمت و همه اینها برای ما تورات قدشا درج کرده که بفهمیم چقدر خبرهای مهمیه. فرمود ابراهام ابن علی شلوم به منظور تراش بختاب هست و اسحاق ابن علی شلوم به منظره تراش بلپ هست که موشه ربنو در این بس رفته جلو. همونطور که ما میدونیم پسح، پسح یعنی
کلام صحبت میکنه. یعنی ما باید بگیم، برای بچه هامون تعریف کنیم، برای بچه هامون بازگو کنیم که هشم این همه برای ما نسیم نفلات کرده و میکنه. شما میدونید که موقعی که یعقوب میخواست برخواد اسحاق بگیره، دو تا بز گرفت، درسته شنگ دیزیم گرفت، چرا دو تا بگیره؟ مادرش گفت دو تا بگیر و بیا خوراک درست میکنم برای پدر بر تا برخواد کنه. چرا دو تا؟ یکیش قربان پسر، یکیش هم قربان حقیقا، همش از بود بوده، باز بزن میتونم انجام بدم یا درستش بکنم. پس چرا موشه رب به اینو اجازه نداد؟ خواست بگه ما میخواییم برسونیم که بت پرست نیستیم و از اون متعالم نمیترسیم. نمیگیم بترسیم ما بز آوردیم، نه گوسفند، نه ما گوسفند آوردیم که بت شماست و میخواییم برسونیم که اینا رو شختش میکنیم، باروکش میکنیم، میخوریمش و هیچ پروا نداریم. این برای اینکه اثبات بشه برای تاریخ دنیا که ملت اسرائیل بطرش کنده. اگر کسی بگن بعد تحت تأثیر قرار گرفتید، ما باید بگیم که مسلمه آدمی که میره تو دباغ خونه بوی آنچنانی بهش میخوره، ولی میخواد نمیخواد، وقتی که به زور بردنش اونجا، به زور گذاشتنش اونجا برای چند لحظاتی یا چند دقیقه ساعتی، ولی نمیخواد. اسرائیل هم همینطور بوده و هست و خواهد بود. بنابراین اینه که فرمان حتی هشم منظورش این تراش به الپه بوده که از موشه ربین و ناشرون ما میبینیم. همین که میگیم ما پیسخ، ما میدونیم که تراتن قدوشا هر بخصوت که ما میخوریم با دلایل مختلف که داره، یکی از دلایلش مقابل همین تفسیر مختلفی که میشه. ما میدونیم پردس، پشاد، رمز، داراش، سده و اینها تفسیراتیست که برای تراغلشا میشه و ما باید داشته باشه. همین سادگی نیست. ما همونطوری که انگور شیرش میگیرن، اصارش میگیرن، کمون میشه یعین، یعین سوده، شمارش هم میشه سود، در یعین چاد سود. فرماد ملت اسرائیل هم همونطور از روی سود داره کار، از روی اسرار نهانی داره تمام مسوار انجام میده. من فقط پشاد هست، خیلی چیزات ما نمیفهمیم، ولی باید بدونیم که روی حساب، روی کتاب برای ما گذاشتن که تأثیرات بالا تو عالمهای دیگه هم میذاره. برای همین ما باید شب ماهید بشینیم تعریف بکنیم. تعریف بکنیم چی؟ تعریف بکنیم چرا چهار تا پیاله میخوریم؟ برای چی؟ پردسه، چون میخواد برسونه به تورا. تورا یینا شد تراست که ما باید توجه داشته باشیم پیشاد داریم، رمز داریم، درش داریم، سود داریم و این سود توراست. و ما میدونیم بدون توراش به علبه تورا معنا نداره. همانطور که هر روز در برا خود میخونیم ربی شوان امیر بیشتو چسته تورا میدونشه قلبه همه میزرا شباب میبینن همه کتاب توراست. اینا دینا همش از نظر این که باید بدونیم چجوری میشه، چجوری همه اینا توضیح داده میشه با همون تفسیری که موشه ربنا علیه السلام الهام بهش میاد که چی ساتان قطرگی میکنه و چجوری باید برای ملت اسرائیل منیستوب باشه و راحل یه موقعیت پیدا بکنه که ملت اسرائیل جان فدا میشن و نمیترسن از مصری ها. این برای ما درس بزرگه و اساسی ترین چیزیه که میتونیم ما داشته باشیم. برای همین ما میدونیم که پشاد، رمز، دراش، سود، یعین. ما میاییم چیکار میکنیم موقعی که الان یعین ما میخوام برخشیدیم؟ سه قطره آب میریزیم روش. چه سه قطره آب میریزیم روش؟ ما
با اصطلاح عبری میزوگ میکنیم، ممزوج میکنیم، میگه زمان گذشته یعینها یعنی شیره انگور که میگرفتی غیر ممکن بوده بشه بشه همه شیره و همینطوری بخورن، چون اینقدر غلظت داشتی و اینقدر سفت بوده از ربم غلیظتر بوده، بنابراین باید بوده یک چهارم شراب بکنن، سه چهارم آب بش بکنن، به هم بزنن، ممزوجش کنن، مخلوط کنن که قابل شرب باشه، قابل آشامیدن باشه. این قشاته. حالا با وجود اینکه امروزه ما از اون برکات عالی خداوند محروم هستیم، ولی داشتیم و امید داریم که در آینده دوباره هشم این مواد غذایی بسیار مقوی و بسیار مفید هستی با مرد، نه یه روزه روزا که همش هورمونی و همش چیزای ویتامین و چیزاش خیلی کم شده و ضعیف شده و برای همین مردم ضعیف هستن. اینا مقابل همه دیگه فرماد اج زودترش میکار کنه. گذشته از این از نظر سودم معنی داره. سود میرسونه که سخته. آب رحمیمه، سه تا قطره یعنی سه بار سه به اصطلاح معیار به یعنی اضافه میکنیم تا از دین بیاد بیرون، تا از سود بیاد بیرون، از اون شکل خودش طور دیگه پیدا کنه. برای همین نوشته ما میگیم پشات رمز داراشی سه تا نت سود چهارمیه، چهار یک چهارمه، اونا سه تا سه برابر که بتونه با بتونیم درکش بکنیم و بتونیم بفهمیم که چه خبر هست. این همونه که داره میگه سود را برای ما مشربین رو عنوان میکنه و بنابراین از این مقوله میبینیم که با تغییرات که داده شده چه نکته های بسیار عجیب و مهمی درش نهفته است و بهمون میگه. اما اجازه بدید بریم رو پشات. این کمی رفتیم تو عمق مطلب که گفتیم هم شیخ قدوش هم عراق کلیاقان در مورد اینها صحبت کردن و تغییراتی که گفته شد به سمت من رسید فهمیدیم چیزی. حالا می فرماد عراق بنشهای در کتاب ادرت الیاو می فرماد چه لازم بوده که این همه عجایب این همه معجزاتشم در مصر انجام بده. اگر یادمون باشه قبلا گفتیم که گئولای مصرعیم تمام گئولا را در بر داشته و این نجات آینده هم در وجودش نهفته است، در بر داره شامل میشه. حالا اینجا میگه این مستوره است، این عجایبی که من اینجا انجام میدم در مصر نمونه سمبوله و این برای همه من قلب فرعون رو سخت میکنم برای اینکه بتونه به تمام عجایب رو مستوره عجایب رو که در آینده برای گولا شلما هشم بروز میده و اظهار میکنه نمونش رو من فرستاده باشن اینجا، کارهای غیر طبیعی و غیر نرمال و این معجزات شگفت انگیز که هشم میکنه ببینیم در این ضرباتی که بر پیکر مصری ها میاره عجیب و غریبه. اصلا چیزی نیست که آدم بتونه بانوانوان درکش کنه. شما میرید بطن تگرگ تو لابلای تگرگ آتیشه، موقعی که تگرگ میخورده به سر طرف آتیش توش در میمنه، شعله آتش میدونید اکسیژن ها چطوره تو تمام قسمتش بسته شده و به اصطلاح یخ بسته اون وقت توش هست. این چیزای عجیب و غریبه و هشم این معجزات رو میکنه. گذشته از این که اینها برداشتهایی که میکردن میگفتن حالا تا
تگرگ زده چیزایی رو از من برده مهم نیست، در مقابل چیزای دیگه ما داریم که بخوریم. ولی اینها نمیفهمیدم که نه، خداوند داره اینها رو به بازی گرفته. چرا؟ چون گذشته اون چیزایی که ضربت نخورده و به وسیله تگر شکسته نشده گذشته برای ضربت بعدی که ملخامیان چیزی داشته باشن بخورن، نه برای شما مصری ها گذشته. این همه ضربات میبینن، این همه معجزات میبینن، این همه دگرگونی ها و تغییرات تبدل ها میبینن، باز به فکر نیستن. یک ذره نمیان بیاندیشن کجای کار هستن. این همه معجزات و این همه دگرگونی هایی که مشرب بین آلا شلام به نظر مسیح به نظر فرعون میاره، مثل اینکه اینا خوابن، همه خودشون گول میزنن، هنوز خودشون در راه دیگری هستن. فرماد اتشهری تلد اتش سمتیمان بیدن مشهر سیتی به قیربو، به قیربو یعنی چه؟ میفرماد دارا بنشهی پر او اگر که ساده بنویسیم چیز دیگه است، اگر که ما پی و رش و عین و ه کامل بنویسیم اون چیزیست که ما تلفظ نمی کنیم، ولی اگه بخوایم بشکافیم و بنویسیم پی پر پی پر و پی و ه بنویسیم، رش یه مایره تنها بنویسیم، ولی رش یود و شین داره که بشه رش کامل، ولی یود و شینش تلفظ نمی کنیم. عین عین ما عین خالی می‌نویسیم، ولی عین عین و یود و نونه و آخر هی هست، هی الفه. بفرماد اون که میلویه، اون چیزی که کامل میکنه حروف اصلی پرقو میشه شمارش با اصاف میشه یکی، میشه 375 تا، 375، 376، نگاه کنه چند میشه. حالا میفرماد این تو شکم پرقوه، به قیربوه. پرقو رو که بازش میکنیم میبینیم که این شماره در میاد. میگه اصاب که همون ادامه در آینده باید این ضربه بخوره و ملت اسرائیل به گئولا شلما برسه، من همکنون نمونه و مستورش رو میزنم تو وجود این که نشونه باشه برای اون آیندگان که چی خواهد بود. بنابر این اینی که شما باید حواستون باشه چه خبر هست و چی منظور ما هست، چی میخواد اشیم به ما این داشته باشیم. جالبه که رمبان میاره میگه المنت سپر به ازنه بینخواه و بینخواه، شب موعد پیسر که ما میشینیم برای بچه ها تعریف میکنیم، میگه اون چیزی که مصریان به باد بازی گرفتن و به باد مسخره گرفتن اونا هم تعریف کنیم براش، که اینها چجوری برداشت میکردن ولی در حقیقت غلط بوده. یکیش گفتیم راجب همین تگرگ زده پیشتا سورا نکاتا، پیشتا کتان، سورا جو، اینا علمه شون خورد شد که نتونن روش پیدا کنن. اما میفرماد که احیتا و کسیم نونکن گندم و دیرار، یه نوع گندم یا گندم سرخه، اینا نر بودن هنوز روش پیدا نکردن، دیرست بودن، تگر نتونست اینا رو کاری بکنه. میگه اینها برداشت کردن، خب مهم نیست، حالا جوبمون خراب شده، کتانمون خراب شده، مهم نیست، در مقابلش گندم داریم، دیلار داریم، سمت داریم. ولی اینا کور خوندن. بعد از دو سه هفته میبینن اوه یه ضربت دیگه اومده، همه اینا رو میخورن.
میفرمان ملخ، اینا ملخایی که جمع کردن نمکش کردن و انبار کردن، گفتن ما داریم برای چند ماه گوشت ملخ بخوریم، همه اینا کور خوندن، مسخره بوده براشون. همه ملخا لونش عربه خواد بخلستن، همه ملخا پرده رو بردن و پرواز کردن و رفتن. حیوانهایی که در هم بوده، انواع و اقسام حیوانها، حروب یکی از ضربت هاست که فرستاد اونجا، درسته؟ موقعی که اینا آمد گفتن خوبه الان ما پوست اینا میگیریم، پوست سمور میگیریم، گرون گرون پروه درست میکنیم، پاتوهای خیلی گرون قیمت درست کنیم. یکی از اینا نموند اونجا، یکی. ولی قورباغه ها همشون اونایی که غیر از تنور و غیر از اونا بودن که ایثارگر کردن و هاشم اونا رو زنده نگه داشت، بقیه همه مردن. و موقعی که میبونیم مونه بو میکنه، تلفن پیدا میکنه، حمالی باید بکنن و بعدن هم ببرن خالیز از شهر و گودش کنند. همه اینها یه امید دیگه داشتن و انتظار دیگری داشتن، هاشم اونا رو به باد مسخره گرفت. میگه چرا با هاشم گفت که قبل از اینکه گرگ بیاد، گفت هر کس که از خدا میترسه اسبش، قاطرش، ایوناش، چیزاش تو صحرا ول نکنه، چون میزنه تو سرشون همه اینا رو میکشه. هاشم میخواد ایونا اینا سالم باشه. نه، این گذشته که موقعی که اسرائیل میان بیرون و اینا برداشت غلط میکنن، موقعی که اسرائیل میرن دو سه روز بعدش هم به موشه میگه بایشون به اسرائیل برگردن به طرف مصر. چرا برگردن به طرف مصر؟ برای اینکه اینا غلط فکر بکنم که اسرائیل ها اشتباه کردن، نمیدونم کجا برن، گیچ هستن، سرگردون هم نبخیم این بارس سگر علیه ممید بار، حالا از کجا بیان دنبال اسرائیل ها بیزنن؟ حس میخواد، قاطر میخواد که این عراباشون بکشن بیارن. اونطور که میگیم سوس و رخبا آراما بیام تاخت و تاز بکنن، خب زمان جنگ از اسم و چیزا استفاده میکردن و میکنن، حالا میکنن. هاشم گفته اینا رو نگه دارید، اینا خوبشونه، این خوب خوبشونه که از خدا میترسن و عرضشتن، ولی آخر کار برگردوندن که اومدن دنبال اسرائیل ها گذاشتن تو دریا غرق میشن. میبینی همه اینها میفرماد بازی گرفتن مصری هاست. بعد برای بچه ها تعریف کنی، نه این که میگید آه رم بهشون شده، این رم نبوده. اینا نمیفهمیدن که دام و تله است. تمام اینها برای اینکه نشون بده به دنیا که اینا خدا ترس واقعی نیستن. اگه بودن کدامشون اومدن راه درست رفتم؟ میبینیم حتی خود پر و همه این هاست. به هر حال میبینیم که تعریف کردن اینها درسته و همه اینا راهی که میرن راه دیگریه. بفرمان چراشم قلب پر رو سخت میکنم. خب موقعی که میخواد اسرائیل رو آزاد بکنه آزادشون میگه، چراشم میگه که همه اخبت دیگه پر رو من قلبش سنگیم کردم. قول یهودا قراب یهودا صدقا میفرماد از قول ربیوشا پلاچی، یه معصی میاره که یه موقعی یکی از ثروتمندها از عمری ازش میگذره و هرچی کوشش میکنه و سعی میکنه که دارای فرزند بشه ولی به جایی نمیرسه. خب در اثر تفیله و در اثر این که التماس و التجا، در موقعی که دیگه مسن هستن خداوند بهشون یه فرزندی میده. خب خیلی امیدشون به ثمر رسیده، خیلی خوشحال هستن. این بعد از مدتی این فرزند مریض میشه و برش دکتر.
دکتر میگه خیلی وضعش خرابه، باید دواهایی بیدیم، دواهایی نمیتونه تحمل بکنه. پس چه کار باید کرد؟ یکی از اطبایی که حاضق بوده و خیلی ماهر بوده گفته راحت داره. گفتن راحتش چیه؟ گفت خوراک این نوزاد از کجاست؟ از شیر مادره. حالا خب مادرش که پیر بوده شیر نداشته، دایه گرفته بودن براش، شیرده براش گرفته بودن. خب گفت حتما شیر بری بیاین که شیرش میده که غذاشه، این دواو بدید به او که این دواو بخوره، تو بدنش تأثیر میذاره، این جمله رو شیر تأثیر میذاره، موقعی که بچه بمه که شیر بخوره از این دایه، مثل این که دواو خورده و به تعمیه و به آرومی میتونه بهبودی رو پیدا بکنه. خیلی ممنون. حالا میرن دایه رو بهش میگن، میگن خانم شما این دوا رو باید بگیری تا این که این بچه خوب بشه. گفته این دوا خیلی تلخه، خیلی سخته، من درد میکشم، من نمیتونم بود. گفتم تو شیرده هستی، جون بچه در دست توه. گفته من نمیام. رفتم دادگاه، دادگاه قاضی میخواد بگه که و برید این دایه دیگه میگیرید، یه مجبوره که باید این کار بگیرید، شیرده دیگه میگیرید، کسی که حاضره پول بشیدی نه جنام بشیدی هر کار باید. یکی از وکیلا در میاد و میگه جناب آقای قاضی، وکیل مدافع خوب باشه خوب بینش داره، میگه جناب آقای قاضی این نوزاد از کجا مریض شده؟ جز این که غذای سمی خورده، غذای نامطلوب خورده و برای همین بیمار شده. کی غذاو بهش داده؟ جز شیرده، خب مادرش که پیره، شیر نداره، سینه‌ش چی نداره؟ ای بهش داده. پس این بیمارش کرده، پس خود ای باید که حتی بدون اینکه پولم بهش بدم، بدون انعام هم بهش بدن، باید که این دوا بخوره، چون خودش این بچه رو مسموم کرده و بیمارش کرده. حالا میخوره، حالا حاجی هم میباره، میگه راست که دیگه. حالا میفرماد راوی هودا صدکا، میفرماد مسئله ما هم همین طوریه. ملت اسرائیل که تو 49 درجه تومها پایین رفته بودن، از اون درجه قدوشا و نزهتشون و طهارت شد، چی باعث شده بود؟ مادر، مادر رو کیه؟ مادر وطن مصری ها بودن. مصری ها تو مصفر آلودگی و فساد و فسق و چیزای ناهنجار در محیط ترویج داده بودن که به طب بر ملت اسرائیل تأثیر گذاشته بود و اونا رو تامه کرده بود. اونطوری گفتیم اگر آدم توی محیط عطری بره، حتی عطرم به خودش نزنه، خوشبو میشه، معطر میشه، برعکسش هم صادقه. پس ملت اسرائیل چطور شده که تو 49 درجه غرق شدن تو آ؟ به خاطر مصری ها، این مادرشون هست. پس باید اینا ضربات بخورن، بی ایمانی ملت اسرائیل و ضعف ایمان ملت اسرائیل و عدم قدشای ملت اسرائیل به خاطر این هاست. پس اینها باید آمپول ببینن، اینها باید دواهای مختلف استفاده بکنن تا ملت اسرائیل بتونه بهبودی خودش رو پیدا بکنه. از این میگه من اگر سخت کردم ضربات قلبش که ضربات برش بیاد، همه ضربات نشاندهنده قدرت لایتنایی خداونده. همه ضربات که میخواد برسونه به آب، به خاک، به باد، به آتش، عناصر اربعه، همه اینها رو همه ضربه میزنه که همش دست منه. و شما که میگید طبیعت هست، طبیعت کوروکری چیکار نمیتونه بکنه؟ و این ایمان ملت اسرائیل خراب کردن، حالا باید چوبش بخورن که در نتیجه ترمیم بشه و تکمیل بشه اون نقصانی که برای ملت اسرائیل وجود آوردن.
یه چند تا نکته هست که ما اینجا یادآور میشیم، خیلی جالب هست. فرماد که کلاویم شیرایی که کلاو ها میخونن چی چیه؟ با اون اشتهوه و نخرا نیور خالیف نه هشم اصن. خیلی حرفه که سگا شیرا میخونن و میگن بیایید تواضع نشون بدیم، سجده کنیم، رکوع کنیم به درگاه خداوند. همه نیورخا لفنه هشم لکن، همه تبرک بگیم به بارگاه پروردگار. یه چیه این موهبتی که برای کلاویم هست؟ و کلاویم ما میدونیم که از مدفوعشون برای دباغی گردن پوست فلترات فریم و مجوزا اینا به کار میبرنن. چی شده که این موهبت نصیب اینها شده؟ فرمان یشعیا یکی از شاگردان ربی حنینا بن دوسا بوده، 85 تا تعنید میره که بفهمه این راست چیه. ملاخ بهش میاد میگه که تو چه برای چی تعنید؟ این راز نفته است، نمیخوام به کسی بگم، کس نمیخواد بدونه این رو، ولی چون تو تلمیدی ربی حنینا بن دوسا هستی و اینقدر تعلیل گرفتی، من شمه از این رو برای تو میگم. میگه چی چیه؟ میگه ببینید سگ ها طبیعتشون چی چیه، وقمت میکنم صدا میدم، حتی اگر یک سگ دیگه صدا بده یه سگ دیگه هم صداش میشه، این دیگه طبیعت. حالا موقعی که مقد به خوراد اومد، ضربت دهان، میگن موقعی که ضربت مرگ میاد کلاویم بخیم، سگا روزه میکشن، موقعی که الهانوی میاد خوشحال هستن، احساس میکنن. میدونید این ایوون ها هر چیزتون به یه چیزی احساس دارم، اینطور که تو پرانتز میگن که مثلا اگر شما اسب رو چند روز غذا بهش ندید یه از موسیقی خیلی خوشش میاد، حالا بعد از چند روز که گرسنه است بیاد غذا برش جلوش بذارید، هم موقع بگه یه ویولنتنی هم یا آهنگ شادی بزنه برن، نمیخوره، گوش میکنه به آهنگ. حالا که طبیعتشه، حالا طبیعت کلب ها موقعی که ملاخ فلانی میاد اینجا ناله میکنن. گذشته از این مگر نه که ضربت نخست زاد میفرماد این بعید اشر انشام مت، خونه نبوده که مرده توش نبوده، غیر ممکن بوده، بالاخره یکی دوتا بادیم اینا خون تمیزان نبودن و این زنای مصری ها پاک نبودن، از هر مردی ممکن بوده یک بخوره داشتن، در حال تو خونه همه شیون بوده، همش وویلا بوده که عزیزاشون کشته میشد. خب جیغ میزدیدن، فریاد میکشیدن، سگ ها باید بوده ناله بکنن، اونا باید هم صدا باشن. نوشته الوی هرز که الو بله شنو، هیچ سگی وقوق نکرد و صدا ندار. این میگه چیکار کردن اینا؟ اینا اومدن طبیعت خودشون رو مهار کردن. این درس بزرگیه. از شیرای سگ ها ما یاد میگیریم که انسان طبیعت خودش رو باید لگام بزنه، مهار بکنه، نه هرچی طبیعتش گفت باید انجام بده. ما انسان هستیم دارای نیروهای بسیار مهمی هستیم، من جمله اراده بکنیم، اراده که بکنیم همه کاری میتونیم بکنیم، نه که بگیم سخته. چیز سخت برای آدم وجود نداره، چون انسان شمه ای از پرتو ذات الهی در وجودشه و همون نشامه که مظهر اون هست میتونه اراده بکنه، خودش رو نگه داره، خودش رو حفظ بکنه،
و در نتیجه جلو غریزش رو میگیره، جلو طبیعتش میگیره، کاری نکنه که حاس شلوم بر خلاف اون چیزی که ازش انتظار دارن باشه. برای همین جا نوشته که کلابیم اینها دارن شیرا میخونن، شیرایی که میخونن اینها افتادگی دارن و اینها طبیعتشون رو مهار میکنن، میگن بیاید همه تبرک کنیم به درگاه خدا. این بازی نکته‌ای که به ما درس میده که ما هم موقعی که مهار بکنیم جلوی غریزمون، اون موقع باید شیرا بخونیم، اون موقع باید سرود بخونیم و خوشحال باشیم که تونستیم کارو بکنیم. در ضمن یه نکته دیگری هست که تو فراشا میدونیم حواجش در ذهن لاخم هست، چون اولین فرمانی که به ملت داده میشه، اولین فرمان به ملت نه به فرد، به فرد مثل ابراهام و شلو تو سفر برشید نیا کردن یا اعلام کرد، ولی به ملت نبود، هنوز ملتی وجود نداشتن، قوم اسرائیل هنوز تشکیل نشده. همینطور گیدن آشه که ما میبینیم به در مورد یعقوب و شلوم اونجا صحبت میکنه، فردی، یه چیز فردی بود، ولی به صورت جمعی و گروهی و به ملی اولین فرمان احادیث از الاخم هست که تعیین رو شدشه که هلال ما رو باید بوده در زمان گذشته که به تمقداش داشتیم و علما و دانشمندان به دین تشکیل میدادن، هلال ما رو میدیدن و میمدن خبر میدادن، با محاسباتی که دانشمندان میکردن اعلان میکردن که امروز رشد خودشه و از روی رشد خودشا اعیاد مشخص شده، معدیم باشه. من میفهمید این معدی پسر که یک میدونی کیپور که شبوت که چکا که باکت. حالا اول تورا میفرماد برشید برای الوکی، رشیدان میپرسه که چرا، برای چی تورا؟ تورا دستوره بعد از حادث از الاخم شروع بکنه، چرا از برشید شروع کرده، از کریشن از خلقت داره حرف میزنه؟ اونجا جواب میده که برای این که گویم ها نگن شما غاصبی، شما سرزمین امت ها رو اومدید تصاحب کردید و غصب کردید، اونجا میخوادشم برسونه در بد و امر که مالک اصلی من هست، صاحب اصلی جهان من هستم، من دنیا را آفریدم، حالا امانت دادم دست اینا تا موقعی که اراده من باشه بسنجم لیاقت دارن تو این امانت من بتونن ازش بر برن، خب در غیر صورت از اونا میگیرم میدم به کسی دیگه. حتی اسرائیل ها موقعی که هشم دید که اینا راه درست نمیرن گفت بیا بریم بیرون. پس خواسته به ما بگه که دنیا صاب داره و گویما نگن به ما شما غاصب هستید. برای همین اول راجع به خلقت صحبت کرده و پیامدهای اون تا اولین فرمان. حالا سؤال میرنجاست، چرا اولین فرمان مسئله قدوش حوادش باشه؟ آیا یه مثلای دیگه، ما 613 تا مثلا داریم، 248 تا اوامر، 365 تا نواهی، اونایی که نباید بکنیم، خب یکی دیگرش میگو، چرا مسئله قدوش حوادش رو در تلیه و در سر آغاز مثلای تورات نقدشا قرار داده؟ فرمان اگر دقت بکنیم میبینیم ما یعنی مهتاب موقعی که میاد و با خدا در میون میذاره، میگه خدایا نور من و نور آفتاب یک ساله، اونطوری که در اول برشیم فرماد و یه اصلا که چنم امارات گدونیم، چنم امارات یعنی دوتا نیرها دوتا منبع نورها یکی هم، یعنی دوتاشون نورشون یکی هست. اومد ادعا که خدایا میگه میشه دوتا سلطان روی تخت میشینم؟ منظور چی بود؟
که هشم مقام او رو بالاتر بکنه. هشم گفت چون که تو گفتی پس برو خودت کوچیک کن، پس تو کم نور باشی و آفتاب سر جای خودش باشه. از اینجا البته یاد میگیریم که اونهایی که میخوان توهین به دیگری بکنن خودشون مورد توهین قرار میگیرن، خودشون پایین میان و دیگری منبع خودش و منزلت خودش و جایگاه خودش هشم پشتیبان شد. اینطور که میفرماد شمش میگورا تو. این یه چه ساده است. یه نکته دیگر اینجا نهفته است که چیه؟ که ما میگیم مهتاب بعد از این که هشم گفت برو کوچیک کن خودت تسلیم شد، کمپلین نکرد، شکایت نکرد، تواضع نشون داد، گفت من مطیع هستم. این میخواد به ما اولین میسوار رو یادمون بده که هر امری که شما هر میسوایی که دارید میکنید باید با فروتنی و با خضوع و با خشوع باشه و با افتادگی باشه. میلیاردرید، دارین مؤسسات خیریه ایجاد میکنین، افتادگیتون باید حفظ بکنین. نه منم بزنین، نه تکبر بکنین. دانشمند بزرگ هستید، عالم در هستید، زور دارید، آهنگ خوب دارید، آواز خوب دارید. به هیچ کدوم از اینها حاصل شلوم تکبر و نخمت به خودتون را ندید. هر میشه من گفتم سرود خدا بخونید، گفتم من خدا بگید، مثل داوید امیر خراشلو خوب چنگ میزنه، خوب ویولون میزنه، خوب ساهنگ خوبی داشته. ولی میسوایی که شما دارید مدح خدا میگید باید با خضوع و با خشوع باشه، نه با تکبر و نه نخوت. شما به فقیران کمک میکنید، نه با منم که به تو کمک کردم به مؤسسات خیره کمک کنید، من مؤسسه بوده، منی را بذارید کنار. هر مسئولی که میکنید با افتادگی باشید. اگه بگید من شب با دیگر میدارم، من نمونه هستم در شب با دیگر داشت، نه، هر مسئولی که میکنید این اول مسئول نشون دهنده چیه؟ تواضع مهتاب ماه که خودش کوچیک میگیره و فرمان هشم را اطاعت میکنه. یعنی که درس بزرگه در تریه هر میسویی که میخواییم بکنیم باید سرلوحه کارمون خط مشمون با تواضع توأم باشه و همراه باشه. یه نکته دیگر، چون ما میدونیم اینجا مسئله زمانه، وقت تعیین کردن، وقت بالاترین چیزه. عمر انسان زمانه، فرصته، موقعیتی که خداوند به آدم داده که بیاد ذخیره و توشه آخرت رو جمع، نه وقت طرف بکنه، نه عمرش رو به بیهودگی، به عبث، به بهبله علام جیفه این دنیا تن در بده و بعد از این که میده چند دقیقه از عمرش گذشته چی تو دستش نیست، وقتها رو کشته، وقتا را از بین برده، وستن کرده، نه یوستن. اینجاست که به ما میگه، از اینجا میخواد بگه اولین فرمانی که به ما اینجا هست کلو شهادشه، یعنی زمان تعیین کردنه که ما باید زمان رو تعیین بکنیم. همونطوری که فرمان قابل تایی تیم تو را مسئله سازندگی باشه، در هر لباسی، در هر پستی، در هر منزلتی که هستیم باید سازماندهی داشته باشی، ساختار و بنا داشته باشی، نه وقت طرف بکنیم، عمر طرف بکنیم و راه بیراهه بریم. ما اومدیم برای آباد کردن، ما اومدیم برای کارهایی که اثرات مثبت برای خودمون، برای جامعه و برای دنیا داره. اینه که اینجا در تلیه این میسوا برای همین به ما یادآور میشه که ارزش و قیمت وقت رو، زمان رو، روز رو بدونید. حیفیه بین نگاه کن پشت سرت چی کردی، چی خوندی،
چی یاد گرفتید؟ چقدر ترقی کردید در نظر آدمیت و انسانیتت؟ چقدر خودت رو بارور کردی؟ خودش رو پیشرفت دادی؟ این زمان به تجربه هایی که باید از بزرگان و از کتاب های مقدس برداشت کنی کجا رفت؟ اینا رو تلف نکنی، از بین نبری و استفاده بکنی، هم به خودت، هم برای اینکه خودت خوشحال بشی، هم خدای عالم رو شاد بکنی. که امیدواریم خداوند هممون رو در این زمینه توفیق بده که بتونیم از وقتمون و از عمرمون نهایت استفاده رو بکنیم. وقتی برای مطالعه تورات القدس و نوشته های خدا و از خداوند بطلبیم که کمکمون بکنه که مطالب عمیق و بسیار پرمغز رو بهتر درک بکنیم تا به اونجایی که لازم هست نزدیک بشیم. شبات شد.